توالت میده. اوف بود بود توالت میده. واقعا چون تو توالتم. نه ولی واقعا تو توالت میده. وای اگه سنمو بالا بزنه چی؟ اگه ترسناک بشم چی؟ سلام بچه ها، من اومدم با یه ویدیو جدید دیگه. این سری میخوام برای آخرین بار رنگ موهامو تغییر بدم. الان قرمزش کامل رفته، شده رنگ حنا، بیشتر قهوه‌ایه، یه جوری نامرتبه و اصلا ازش خوشم نمیاد. راستش من زیاد رنگ موی روشن خوشم نمیاد، بیشتر تیره میپسندم. خسته شدم از رنگ کردن مو و یکی از طاقت فرساترین کاراست و الان قراره برم رنگ تیره بکنم. رنگشو گرفتم، رنگ 3N بذارم. 2N خیلی مشکیه، خیلی تیره است، واسه همون 3N گشتم پیدا کردم. 3N اونطور که من متوجه شدم قهوه‌ای خیلی تیره است. روزش رنگ موهای خود من خرماییه، ولی رنگ موی خرمایی رو من پیدا نکردم. اصلا نمیدونم چی میشه رنگ خرمایی. از اونجایی که یکم این بیسش قرمزه و رنگ قرمز و مشکی جز سخت‌ترین رنگ‌هاست که روی موهات از بین بره، دیگه گفتم بذار قهوه‌ای خیلی تیره کنم. این رنگ خیلی جالبه. حالا نمیدونم شما قبلا دیدین یا نه. استفاده کردن ازش خیلی راحته، چون کفه. یعنی وقتی که قاطیش می‌کنی مثل کف می‌زنه بیرون و راحت مثل شامپو موهات رنگ می‌کنی. اینو انتخاب کردم که کمتر عذاب بکشن. حالا بهتون نشون میدم که تو هر بستش چیا هست. این یه بستش، دو بسته گرفتم، یه بسته اون بره که اگه این نرسید اون یکی بسته رو وا کنم. خب این بستش که باز میکنی یه دونه همچین چیزیه که رنگ همه چی این توه. اینو فکر کنم باید قاطی کنی و کفش آماده میشه. فکر کنم یه دونه کم باشه، من بهتر که دوتا خریدم. من باهاش یه دونه همچین چیزی اومده، دوتا گوشگیر داره توش که به نظرم به درد نمیخوره، استفاده نمیکنم. و یه دونه دفترچه این که چی رو ازش استفاده کنینه که این چند دفتر دیگه میخونیم. و کیسه پلاستیک، دستکش. دستکش ها رو بکنی دستت. اوه چه جنسی دار. گفته چی کار کنیم؟ نوشته که چی؟ گفته یه برس توشه. برسش کو؟ شیما ها؟ اینجاست. اینم توی بسته بود. اونجا که بستش باز شده بود این افتاده بوده ازش. خب گفته اول 20 بار باید اینو تکون بدم، بعد مستقیم روی سرم بزنم و آخرش اینجوری مثل شامپو، اینجوری مثل شامپو میزنم و میذارم 10 تا 15 دقیقه بمونه. آب میکشم، سشوار میکشم، تموم. حالا بریم دستشویی. دیگه تو اتاق رنگ نمی کنم. من برم این لباسمو عوض کنم، یه لباس مشکی که اون سری پوشیدمو بپوشم و بریم دستشویی که موهامو رنگ کنم. دوباره به توالت ما خوش اومدین. نور یکم خوب نیست بخاطر اینکه رینگ لایتو نتونستم بیارم تو، گشتم دم در. این لباس مشکی که اون سری پوشیدمو پیدا نکردم. فرما این لباس رو پوشیدم. این لباس یکی از جز داغون ترین لباساست که قرار بود بندازیمش دور. دیگه فرصت و غنیمت رو بردم، پس میگردم از این استفاده کنم. دارم نمیخوام این استفاده کنم چون میدونم خیلی خرج سر و صدا میندازه تو چیز. من که دارم این لباس رو میندازم دور. من مطمئنم رنگ تیره بیشتر بهم میاد و امروز قراره دوباره سکسی بشم بعد این ویدیو. یعنی وقتی که موم رنگ کردم قراره براتون لباس بپوشم، آرایش بکنم و تلاش کنم که واقعا این سری سکسی بشم. گوشبند نمیبندم، به جاش وازلین میزنم. دوباره برم میزنم. توی ویدیوی تیک تاک دیدم دختره وازلین برای نرم کننده پوستش استفاده میکرد. پوستش واسه من خیلی ترسناکه اگه من وازلین مثل نرم کننده استفاده کنم. احساس میکنم قراره کلی جوش بزنم، ولی یه بار امتحان میکنم. تولدم بهت بگذره. نمیخوام جوش بزنم از تولدم، ولی یه بار امتحان میکنم. اگه خوب بود به شما اعلام میکنم. اوه بزن یه اولی شونت بدم. همچین چیزیه. اوه قبل استفاده کردم، باز خواهم کف میکنم اون وقتی استفاده میکنم. به توالت میده. اوف بود بود توالت میده. واقعا شد چون تو توالت هم. نه ولی واقعا بود توالت میده. آقا نگم براتون که پنجشنبه من عکس گذاشتم براتون که قراره میزامونو عوض کنیم. میز و اون خوبی داشتیم، میزا رو باید عوض میکردیم. اومد
برامون بدون اینکه با همون مشورت کنن میزامونو عوض میز خریدم برای کارگاهمون. بعد میزا رو کسی انتخاب کرد که کار جواهرات نمیکنه، بیشتر میرین یه تکونگ اینجور چیزاست که تکونگ چیزای بزرگ درست میکنن، سکونگ مهم که جولی و جواهرات و اینا. کسی میزا رو برامون انتخاب کرد که خودش کارهای بزرگ میکنه، یعنی تا حالا به نظر من پشت میز جواهر سازی نشسته. بعد اینو آخر ترم، الان آخر ترم و آخر ساله، بدون مشورت با ما رفتن 12 تا میز قولپیکر بدون کشو سفارش دادن بدون که با ما مشورت کنن. خب این میز نوعه، معلومه شیکه، تمیزه، کارگاه شیک و تمیز به نظر میاد، ولی هیچ کارایی نداره، هیچ کشویی نداره، یعنی کلن گفتن کشو خودتون باید براش بخرین. بعد چیزم گفتن اون قسمتی که خب وقتی که کار جواهرسازی میکنی با نقره کار میکنی، حالا طلا و نقره، زیرش باید یه کشویی باشه، یه چرمی باشه که کار میکنی بیفته اون تو بتونی پیداش کنی نگین اینا هرچی میفته، اینم باید جدا خودمون تهیه کنیم. بعد من سر قضیه، همه بچه ها خیلی عصبانی بودن، خیلی این دو هفته تموم ما غر میزدیم عصبانی و که این چه کاری رو دانشگاه کرد، حداقل با ما مشورت میکردن. بچه ها گفتن آره ما باید بهشون بگیم ناراضیم، ما این حرف هی میگفتن ما میگفتیم، همه با هم هی میگفتیم. خلاصه دانشگاه برای جابجایی میز، اول که کارگر که نگرفت هیچ، ما بچه ها رو وادار کرد 12 تا میز قولپیکر رو از طبقه سوم بیاریم طبقه همکف، درست حالا با آسانسور بود ولی اونا رو بعد بلند میکردیم میذاشتیم روی اون ریل هست که جا به جا میکنن، بعد اونو میوردیم پایین میذاشتیم دوباره بلند میکردیم میذاشتیم تو کوچه. استاد نبود کلا، یعنی استاد وقتی ما داشتیم جا میذاریم استاد نبود. وقتی جا به جا کردیم کارا تموم شد و ما بسیار ناراضی بودیم چون میزا بزرگتر شده، جامون تنگتر شده و اگه ما کشو جدا که خودمون باید بخریم هیچ جدا بخریم دیگه اصلا جای رفت آمد نیست اونجا. بعد یه استاد اومد تو کلاس گفت واه چه خوب شده و اینا، حیا چه سکوت کردم. بعد هیچ کس که چی نمیگه، همه مثلا هیچ کس واسه منم ناراضی، همه سکوت کردن، اصلا یه داشت چرخ میزد و اینا. بعد دیگه من تنها خارجی ام، بعد من دیگه دهنم رو کردم هوا باش با مهربانی با خنده، گفتم آره استاد خیلی خوبه تمیزه ولی کشو نداره، وسایلمون زیاده جا کمه، اینو گفت. بعد اون بچه، اون شخصی که سفارش داده بود گفتش که ای خندید گفتش که پای پس اشتباه خریدیم. با استاد جی که گفت راست میگی جا نیست. بعد بچه ها ناراحتی استاد رو دیدن، یه دفعه نه خیلی خوبه، نمیدونم هنوز استفاده نکردیم، نمیدونیم تمیز بزرگه. ولی من اینجوری میدونم خیلی بابا حرف نزنیم، یعنی اگه نمیخواین چیزی بگیم الکی دیگه نگین خیلی خوبه خیلی خوبه. خلاص من اینو شنیدم بچه دارن اینجوری میگن، عصبانی شد، یعنی ناراح عصبانی در دست بچه ها شروع کردم خودم جابجا کردن کارام. استادم همینجور مثلا وسایل ها اینا، استادم همینجور تو راه تو کلاس داشت میچرخه با بچه هام که داشتن پاچه خاری میکردن حرف میزد. یعنی من فکر کنم این قضیه فقط تو ایران اتفاق میفته، من میگم اینجا بابا باز تو ایران مثلا همه مثلا دیدی همه تو مطمئنم تجربه شده که مثلا میگن برگه ها رو سفید بدیم و اینا، آخرش منم و دوتا از من و دوست صمیمیم که سفید بیدیم همه مثلا نوشتن. من اینجا باز تو اینا میکنم یه نفر بود با من مثلا برگه رو سفید بده یا این که مثلا نیاد کلاس رو چیز کن و اینا، این اعتراض کن و اینجا تنها کسی که داشت اعتراض میکرد من بودم. استاد کرفت بچه ها من گفتن باش چی ما حالا ناراحت نباش اینجوری کشو رو من برات میگیرم و اینا، که اینه گفت یکی بچه من اصلا شما بودم ببین موضوع احمق این تو پهنه، موضوع پولش موضوع هست، پولش به کنار، من نمیگم اوکی میز نو خرید دست در نکنه، چرا مشورت نکردی از ما نظر میپرسیدی یه میز دیگه میگرفتی. اصلا اینو گفتم بهشون، بعد گفتم آره میدونیم حق با توئه ولی چیکار میشه کرد دیگه گرفتم، اصلا که نمیتونه پس بده. من اینجا گفتم ببین این قضیه دو تا چیز هست، یا اون بچه اشتباه سفارش داده کاری نمیشه کرد استاد کنار اومده، یا یه چیز دیگه هست ما نمیدونیم، وگرنه لازم نبود میز با اون خوبی عوض کنن. گذشت تا بگو من چی فهمیدم. آخر سال اینا بودجه داد دانشگاه بهشون بودجه میده و اینا باید بشه شهرداری، اینا باید بودجه رو خرج کنن، بعد واسه خرج بودجه باید رسید بدن به دانشگاه که آره ما بودجه رو تا آخر خرج کردیم. اگه بودجه رو تا آخر خرج نکنن
سال دیگه دانشگاه اون مقدار بودجه رو ازشون کسر میکنه. واسه همین اینا اومدن یک دفعه آخر ترم، الان آخر سال دیگه، هفت روز دیگه، دو هفته دیگه سال نو میلادی تموم میشه، آخر ترم بدون یه دفعه میزار رو عوض کردن. قرمز توی این میبینم. اگه سنم رو بالا بزنه چی؟ اگه ترسناک بشم چی؟ مخصوصم روشن اگه خیلی ترسناک بشم چی؟ اخ این از این این کیسه ای که بهمون داده بوده ما. 20 دقیقه دیگه میبینمت. خیلی تیره شده، این کاملا پرکلاقیه، اصلا رنگ لباسم تو لباسم رو لباسم دیده نمیشه. شما تو این حاله قهوه‌ای تیره میبینی؟ اینجا همون رنگی شده، رنگش نمیره. این تیکه ها اینا نرفت، با اینکه وازلین زده بودم برای این لباس که اصلا دیده نمیشه تو دوربین. رنگ موهامه، رنگ لباسم، این یه جور وینتج طوریه، آرایش وینتجی کنم. بعد اینجا آرایش میکنم که اون بر به هم نریزه. بیسم رو سریع انجام میدم چون تکراریه. خب این بیس صورتم انجام دادم. اونجایی که میخوام روش لب خیلی قرمز بزنم، آرایش چشم رو خیلی کم میکنم، فقط یه ذره اکریل خیلی کم پشت پلکم میزنم، در این حد کم. بعد ابرومو بکشم. وای اینجا هم خیلی سیاه شده، من اینجوری خط چشم سیاه رو کشیدم، چشم سیاه خیلی نازک. بعد از این وسیله عجب غریبه که بود، از این پشتش استفاده میکنم، این نوکش رو تیز میکنم، بعد یکم هم خط چشم رو محو میکنم. اینجوری شو روژه لبت قرمز میاری، قرمز سرخا. این قسمت و این قسمت روژه لبامه پرام. من این توانم قرمز پیدا میکنم یا نه؟ اوکی، اصلا لازم گشت نبود، دوتا پیدا کردم، یه دونه تینته، یه دونه هم اینجوری قرمزه. اینا رو میزنم، من ریمل رو بزنم، ریمل رو فقط این گوشه میزنم که یه جوری چشم حالت کشیده نشون بده، گرد نشون نده. بعد فرموجم نزدم چون وقت چشم حالت گرد میگیره. ابراتم قهوه زدی خوب شده، قرمزه. دارم میرم روژه لب بزنم، اول این تینته رو بزنم. ها نه 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 نه، اول دور لبتو بزن. خب این دور لبم، یکم تینت وسط لبم میزنم، قرمز نورنجیه، یکم نورنجی داره توش. خونه تق تق نکن، دارم ویدیو میگیرم. وای چقدر روژه لب قرمز دادن ترسناکه. اصلا خوبه، ماما باید درست کنم، میخوام ماما فر ریز کنم. این سری ریز وینتیجی حسده داری؟ برای بچه های توی خونه هر کاری میکنم. جالب این که بعدش باید آرایش رو پاک کنم و برم بانک بعدش با این آرایش. خب رو زده بودو فقط پاک کن. آره اونم تینته. خب من الان میخوام موهامو فر کنم. این پایه دوربین از این پایین تر نمیاد. خب میخوام موهامو فر کنم و این دفعه با این بابسه که خیلی ریزه فر میکنم. دفعه چه میخوام خیلی فرش ریز باشه و وینتجی و شلوغ باشه، مثل سریای پیش که سمت چپ و سمت چپ فر میکردم، سمت راست و سمت راست فر نمیکنم، یکی در میاد. مثلا این الان این بری فر کردم، بعدی ها این بری فر میکنم. خیلی واضح بود توضیحاتم. این برم همینجوری ادامه میدم تا کل سرم تموم شه. تموم شه برمیگردم با امتحان کردن لباس. کل ما رو فر کردم، از دست افتادم، چند تا جا هم سوختم. ای با بعد چه غلطی میکنم به خدا، اینا دارم قبر میکنن. خودم چه کار میتونه بکنه با کف زمین؟
امروز هم که آخر هفته است. نگاه دارم ویدئو میگیرم. خب این از مو هنوز مدلش ندادم اینجوری ببندم و قدیمی طوری اینا هنوز نکردم، برم لباس هم بپوشم و برگردم. آماده این؟ یک دو سه. اینجا شکم کوتاه‌تره، این گوشش بلندتره. اولین بار من این لباس رو میپوشم. یقش خیلی بازه و اصلا توش راحت نیستم. و یه مشکل دیگه‌ای که داره اینه. چطوره؟ بالاخره تلاشم موفق شدم که سکسی باشم یا هنوز نیستم؟ موهام خیلی تیره است و فوق‌العاده مشکیه. فکر کنم از امروز هر روز برم حموم تا تولدم، چون یکم رنگ موهام برسه. کنم زیادی مشکیه. این جلوش اینجاش پلیسه داره. مثلا اینجوری پلیسه پلیسه باز وای میسه، باعث میشه که تو یکم شکمت راحت تر باشه، چون مدل پیراهن است. یعنی اینجوری پلیسه پلیسه. یعنی کلا اگه شکمم نداشته باشی، ابقل یه جوری اینجاش قلمبه وای میسه به خاطر پیریستش. اینجا لباس رو اصلا تو کاره نمیتونی بپوشی. البته بستگی به محله داره ها، کدوم محله میری. اگه مثلا بری محله گانگنام بالا شهر اینا، هر لباسی که بخوای میتونی بپوشی. حتی اون دفعه با بچه حرف میزدیم، خیلی جالبه. مثلا این آیدلای کره‌ای توی محله های گانگنام رود هان دیگه، بالا به بالا و پایین تقسیم میشه. پایینش بالا شهره، بالاش مثلا محله عادیه. قسمت بالای رودهان مثلا این آیدلایی که تبلیغات انجام میدن مثل جنی روزه اینا، لباساشو کاملا مثلا میبینی که پیراهن پوشیده عادی، مثلا عکسای پوسترای تبلیغاتی رو که میبینی. ولی وقتی میری قسمت هنگنام، میری قسمت گانگنام و نمیدونم شینسا و این اون برا، مثلا میبینی تبلیغات شورت سوتی هم، مثلا با شورت و سوتی هم تبلیغات پوستر بزرگ زدن، ولی اون پوسترها رو هیچ وقت بالای رودهان نمیبینی. این از این لباسه دیگه کردم. من اینا از همین گردمند ساده همین پاپیونا رو بذارم، قشنگی موهام هم بذار نشونتون بدم. اینجوری یه پاپیون ساده زدم، پاپیون مشکی. پاپیون سفید هم خوب میشه. نه پاپیون سفید ندارم. ای دارم یه پاپیون سفید. چه ایده ای. یکی لحظه وایسی. خب یه سنجاق رو برمیدنم، اینجور گیره میزنم طوری که این خط فلزه دیدشه میبینی. بعد این که گیره موه دیگه. ترش میکنه، ولی اگه گل بود قشنگ میشه. بذار به شیوا نشون بدم. شیوا شو درست کنم، به نظر من همه مشکلاتم حل میشه و میشه تقریبا این موهام هم بریزم جلوش، خیلی دیگه لختی نیست. این بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده یادتون نره که حتما نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسین، بگین که از 1 تا 10 به رنگ موهای جدیدم و این تیپ کلا چند میدین، و اینکه یادتون نره که حتما کانال سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که وقتی ویدیو گذاشتم اول از همه بهتون خبر بده. آیدی اینستاگرام براتون می‌ریزم، برای پس کسایی که پیج اینستاگرامو ندارن و دوست دارن تو اینستاگرام روزمرگی های منم ببینن. فعلا تا ویدیو دیگه، خدافظ.